ساعتی قبل گفتگویی داشتیم با مصطفی اکوان مدیر سازمان فاچ و از ایشان پرسیدم برای پایان دادن به این گونه جنایات چه اقدام هایی ضروری است و راهکار پاسخگو کردن طالبان چیست با هم ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تشکر از شبکه امام حسین علیه السلام برای پریگیری کردن این احداث اخیر افغانستان متاسفانه همیشه ما در افغانستان این رو دیدیم که کشتار شیعیان بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه دینی بله گروه های تندروی سنی همیشه شیعه رو کافر میدونستن و همیشه به وسیله یا خود افغانستان یا مدرسه هایی که در پاکستان علیه شیعیان درس میدن و همیشه سعی کردن که فشار رو روی شیعیان بگذارند این کشت و کشتار ها انجام میشده در, اواخر در این اواخر بیشتر کشت و ها هدف و راهبردش برای این بوده که اشخاصی رو که به شیعیان کمک میکنن چه از نظر فکری، چه از نظر مالی، چه از نظر درسی اینها رو مورد هدف قرار بدن به خاطر همین دیدیم که بیشتر انفجارها در مدارس اتفاق میفته بیشتر کشدارها و اهدافی که برای کشتن شیعه دارن اشخاصی هستند که فعال هستن چه فعال سیاسی چه فعال دینی این عزیزانی که کشته شدن باید بکراند اونا رو باید بررسی بکنیم ببینیم چه کارهایی رو برای خدمت به شیعه انجام میدادن چون بیشتر اتفاقاتی که افتاده برای همین بوده دولت طالبان چون از هیچ کشوری هنوز تاییدیه نگرفته کار کردن با دولت طالبان خیلی سخت هست و جامعه جهانی هنوز نتونسته فشاری رو روی دولت طالبان بیاره. مردم تقریبا مردم سنی از طالبان راضی هستن به خاطر اینکه اون امنیت رو برقرار کرده، اما در عین حالی که اون امنیت ظاهری رو. برقرار کرده هنوز اون تفکر تروریستی و اون تفکر جنگ زودایی که جنگی که دارن علیه شیعه و علیه شیعیان هنوز هست این فکر رو هم از پاکستان میارن و هم از کشورهای مختلف دیگه ای که فشار رو روی شیعه میخوان بیارن مردم افغانستان باید بیشتر با هم متحد بشن و بیشتر بتونن برای مقابله با تروریست و برای مقابله با افکار تروریستی با هم کار بکنن در قدیم دیدیم که این اتفاق برای عزیزان هزاره افتاده اونها با هم متحد بودن و تونستن با هم کار بکنن و جلوگیری بکنن از حملاتی که میشد به خاطر همین ما هم الان باید عزیزان افغان خودمون رو کمک بکنیم و پیگیری بکنیم که هر چقدر بیشتر با همدیگه متحد بشن و هر چقدر بیشتر نشون بدن به دولت طالبان که بودن آنها در افغانستان یک پوینت مثبتی هست برای پیشرفت افغانستان و برای درست کردن صلح در کشور افغانستان بیشتر میتونیم اونها رو در جامعه ببینیم و بیشتر باید سعی بکنن در جامعه سیاسی در جامعه اقتصادی پیگیری باشن و کار بکنن که بتونن هرچه بهتر و هرچه سریعتر این صلح رو برقرار بکنن در افغانستان